با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم، خدمت عزیزانم، خدمت کسایی که عشقن، زندگی هستند، توانمندن، آینده ساز دنیا هستند. و یک فرضیه رو میخوام بهتون بگم که کیف کنید. و دوستان میدونن که بیشتر فرضیه های منم که خب اکثرش دیگه همشون تا درست در اومدن، ولی فرضیه است که بعضیا ادعای نکنند. در چند سال گذشته من چند باری مثلا مطرح کردم که عربستان رو دارن بادش میکنند، عربستان رفت طرف مجاهدین و حدود 200 نفر اینا آورد، آموزش خلبانی داد، چه کارا کرد، چه هزینه ها کرد، چه سمینارها، چه همایشا براشون گذاشت. و از این ور اومدن رو عربستان کار کردن، تو خود عربستان کودتا کردند و این ولیعهد جدید آوردن سر کار. تو این سرمایه‌گذاری که بود، تو این کاری که انجام شد، آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس بیشترین سرمایه‌گذاری کردند. گفتن ما عربستان رو تقویتش میکنیم، کمکش میکنیم، رو در رو ایران قرارش میدیم. و دیدیم در یمن این کار کرد، در سوریه این کار کردند، در عراق هم این کار کردند. عربستان رو در رو ایران قرار دادند، حکومت ظلم و ستم و جنایت. و عربستان میکنیم تو منطقه سلامت همه کشورها، جانداره منطقهش میکنیم، نفتم تو دلتون میخواد داره، آدم خودمونم هستند. اما همون معجزه که خدمتون عرض کردم، قانون کائنات خدمتون عرض کردم، با یک اشتباه استراتژیکی اینها، چون اینها همه تا نوک دماغشون رو میبینند. اگر نمیدیدن که دنیا این نبود، این فاجعه در دنیا نبود، این ناامیدی و یأس و اقتصاد خراب و فساد و بدبختی در دنیا نبود، مردم دنیا همه گرفتن، همه ناراحتن، همه از آینده ناامیدن، همه دچار مریضی های روحی وحشتناکی هستند، این ترورها در دنیا نبود، این بمبگذاری ها نبود، این به علت نادانی رهبرای دنیاست و چهار تا مشاور آشغال و نفهم. میبینیم دیگه، حالا نتیجه رو داریم میبینیم. دیکته نرشن غلط نداره، تمام سیاستون در 100 سال گذشته همه با شکست مواجه شده، چون دیدگاه ندارند، چون رفتن آکادمی چیزی خوندن، مزدور یه جای شدن، خائن یه جای شدن، فراماسیون، کوفت، مافیا، زهر مار شده، همینی که شده، این بلبشه شده، خودشون روش غرق میشن بدون برو برگرد. وگرنه اگه یک جو شعور داشتند، یک جو نه بیشتر، روی عربستان سرمایه‌گذاری میکردن. عربی که یک زن و شوهر توی خونه هست با 3 تا 4 تا بچه 10 تا کلفت داره، کویتی که وقتی که عراق حمله کرد اونجا همه فرار کردن، یه دفعه شد قبرستان خاموش، یا دبی، وقتی اینها میخوان بیان برای شما کار بکنند، هواپیمای خوش درست کنه طلایی بره اروپا فلان، دنبال چه چیزایی با چه کاری میکنه، دنبال فقط زیر شکمه و شکم میخوای برای شما کاری انجام بده تو منطقه. یعنی شما 10,000 عربستانی جمع بکنید، آدمای خوب، ولی بعضی یک ایرانی توانه کار دارن، اینو نمیخواید بفهمید، کی میخواید یاد بگیرید؟ حالا به اینجا رسیدید، آچمز شدید، به بنبست رسیدید، همه تو سرتون میزنید دو دستی، حقتونم هست. خبری که میخوام به دوستان بدم این هست که دنیا به این اجماع رسیده که عربستان به زودی، این همه سرمایه‌گذاری که اشتباه کردن، به زودی الان در عرض 2-3 ماه گذشته بالغ بر 1400-500 تا گروه های زیرزمینی تو عربستان تشکیل شده، پولم دارن و برای از بین بردن دار دسته که حاکم بر کشور هستن که اسلام رو به خطر انداختن، بافت فرهنگیش رو در نظر نگرفتن، اونها رو حساب نکرده بودند و الان میبینن باختن. الان عربستان وحشتناک آماده انفجاره، حد اکثر تا یک سال دیگه با خاک یکی خواهد شد، تمام منابع نفتی و گازیش با آتش کشیده خواهد شد، کشور برای 100 سال 200 سال عقب خواهد افتاد، چون اینا نمیدن بافت فرنگی در نظر بگیرن،
اینها آمدن فقط به فقط همین ظاهر قصه دیدن و با اون جلساتی گذاشت تو اتاقا مثلا تو مردم باختن. خوشحالیم که باختن باید هم ببازن. دنبال آشغال میگردن، آشغال خوری عادت کردن رهبران دنیا. حالا ترامپ خود تیزهوشتر کاسب زود فهمیده بستن اجماع دنیا، سورپرایزی که در دنیا به زودی اتفاق افتاد، همه اینها بدون استثناء دوست و دشمن ناچارن و بعضی هم تمایل دارن و بعضی هم خوشحالن که بیان و شاهزاده عزیز رو حمایت بکنند. این فرضیه به زودی زود اتفاق خواهد افتاد و ایشون بیاد و در اصل و در عمل بشه رهبر دنیا، یا لااقل ملت رو رهبری کنه یا هدایت بکنه یا کمک بکنه که رهبر دنیا باشند. خوب به این نتیجه رسیدن، خوب به اینجا رسیدن. آخه آمریکایی با 240 سال تاریخ چی میخوای تو برای گفتن داری؟ اروپایی که از زمان روم باستان تا الان همه چون جنگ و فراکت و بدبختی بوده، تا 40 سال 50 سال پیش تو کاخ ورسای سرپا ادرار میکردن، حمام نمیدونستن اروپایی چیه، دوستان حمام نمیدونستن چیه، علتی که عطرهای فرانسوی زیاد شده به خاطر بوی گند بدنشون. هنوز خودشون نمیشورن اونجاشون، به اعتماد هنوز نمیشورن، با دست خودشون نمیشورن چون شعورشون به حرفا نمیرسه. وقت 97% از زن اروپایی مشکل مریضی زنان دارن، هنوز نمیخوان بفهمن، نمیتونن بفهمن چون درکشو ندارن، چون تحلیلشو ندارن، فقط تبلیغ بازشون میکنن. برای اینجا رسیدن 70% مردم اروپا دچار استرس هستن، 60% مردم آمریکا دچار استرس هستن و کاری کردن که حیوان ها برای مقدم شده. یکی از دوستان من دیشب سوال میکنه محمدی چرا تو کانادا و تو کشورها اینقدر حیوان ها رو محترم میشورن؟ گفتم منافع مالیشونه عزیز من، منافع مالی. وقتی 1200 میلیارد تومان خرج سر گربهشون میکنن، اون غذای آشغال به اون سر گربه میده، سر گربه این غذا با ملش نیست، منافع مالی ایجاد میکنه که این کار انجام بده. تعارف که نداریم که، اونا دوباره پولن. حالا جالب خورده خودش رو نمیشه، نمیتونم من دوست داشتم باش آشنا شدم تو برلین، این 20 میلیارد دلار سپرد ثابت داشت تو رخت خواب باباش. حالا 70 سال پیش میخوابید، کفش باباش وسط تو اون از اون استفاده میکرد. در شبانوز اون زمان، صحبت مال دهه 90 میلادیه، در شبانوز خودش و خانمش و دو تا بچه‌ش خرج زدی 24 ساعت چون $2 بود، $2 توفیق استفاده از این پول ندارن، چون پول ناحقه، پول ظلم و ستمه، پول جوره، خون مردمه، به خوردشون نمیره، نمیتونن. یک دکتر رفیق داشتم تو برلین، یهودی بود. وقتی من رفتم تو خونه این، چند تا گنجه پر شراب و کوفت و از ویسکی و حرفا بود، نمیتونست بخوره، همش خراب شده بود، اما دورم نمیتونست بریزه، دلش نمیاد دور بریزه. این قوم یه تیپی هستن در دنیا، چند نفر هستن و این ذاتشونه، کارش هم نمیشه کرد. خب اروپایی که جنگ‌های صلیبیش هنوز زبانزاد خاص عامه، کشتاره آنچنانی، بچه هایی که گناه، بچه بیگناه 8-12 ساله 20,000-30,000 از اروپا رو داخته برای بوده، دعا کنن جنگ تموم بشه. همه اومدن توی کشورها به دست پای اینو افتادن بشه تجاوز کنن و همه رو کشن رو پیکار بشه. این مغز این هاست، گنجش مغز ها اینجوری هستند. رو عربستان سرمایه‌گذاری میکنیم، رو بحرین سرمایه‌گذاری میکنیم، بحرینی که از فرط فقر و بدبختی و فلاکت و دربدری انگلیس به شاه گفت مال شما، شما هم باشه یکی از استانه ما باشه. بعد عربستان روش سرمایه‌گذاری کرد، بعد آخر حالا بگذاریم اصلا بحرین مال ما نبود از اول، بحرین کشور تو جزیره برای خودش اونجا بود و سرمایه‌گذاری، بعد ایرانی خود آبادش کردن، آسیز کردن، بعد آمدن دم در آوردن، اشکال نداره الان به کجا میفتن، الان باقا باز به خاک ذلت میفتن. شک دقیقه سه نکنید، برمیگردن میگه آقا ما جد آباد ایرانی بوده، ما غلط کردیم، ما برگردیم ایرانی بشیم. همه اینها به خصوص فارسی زبان توی بحرین زیادن، برمیگردن. البته غیر از زحمت چیز داره، چون بحرین تن پرورن، اره کار کردن که نیستن، که یه سری مفتخور هستن، عادت کردن مفتخوری. خب دوستان، عربستان پروژه که برای عربستان چیده بود شکست خورد،
هیچ آلترناتیوی غیر از شاه رضا پهلوی رضا شاه دوم ما ندارند. سوابقش هست، پاک چشمی، پاک دستی، پاک فکری و درایت و سیاست کیاستشون هم میدونند. بی نتیجه رسیدند و برگردن دو دستی بگن آقا ما غلط کردیم، فرش قرمز، برگرد برای نجات دنیا. اصلا اونو به ایران هم زیاد اهمیت قائل نیستن خودشون. برای نجات دنیا برگرد. و این خبر خوشی واسه ملت ایران، خبر بی نهایت بد برای آخوندها. البته اینا کلشون کنده از حالا بلوف میزنن موشک 2000 کیلومتری و فران، اینا همش قصه است. کلکشون کنده است. ترامپ خوب تشخیص داد. باید آمریکا نجات پیدا کنه. وگرنه تموم شده است. جنگ جهانی سوم اینا رو با خاک یکیشون خواهد کرد. و دنیا بینه چی رسیده و به زودی زود هم اعلام میشه حمایتشون، همه چیشون. و خوشحالیم. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. سختی کشیدی. شاهزاده سختی ها رو کشید. اما اصلش، جنسش خوبه. نشون داد خودشو. تمام این مسائل و مشکلات اینا حل کرد، حزمشون کرد، طاقت آورد، صبر کرد تا زمانش برسه. الان زمانش و این همون معجزه است که باز برای ایران اتفاق افتاد و مردم ایران لایق هستن، لایق شاهزاده هستن، لایق بزرگی هستن. دوستان، من به عنوان کسی که لااقل تو 36 دربار، رئیس جمهور، از هلمود اشمید بگیرید، هلمود کول بگیرید تا خیلی ها باشون نشست برخواست داشتم، با بزرگای زیاد در نشست برخواست داشتم، من هیچ وقت نمیخواستم تعریف کنم، اما دیدم همه اینا رو بچرونید یه انگوش کوچکی شاهزاده نمیشن. به هر چی قسم میخواید بخورم نمیشن، چون دیدمشون. دیدمشون نمیشن. افتخار کنید به داشتنم که فردی. همه ایران افتخار، دنیا رو افتخار میکنه. اونم که نمیخوان بفهمن، نمیخوان، تعصب دارن، برن از این حسادت بمیرند. انگلیس عزای توست. امروز خودتم میدونی 40-50 تا روزنامه اروپایی امروز ایران نوشته سورپرایزی که برای ایران در راه است. خلاصه خودش نشون میده دیگه، نه میاد رو، حالا مشخص میشه. خوشحالم، روزی که از بهترین روزهای زندگی منه. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که ملتم خوشحال میشه، هموطنام خوشحال میشن، ایرانی در سراسر دنیا پخش شدن، علومشون یاد گرفتن، برگردن به کشورم خوشحال میشم. یه 400-500 اپوزیسیون هم داریم، اینا رو ولش کنید. اینها خود فروختن کارشون نداره. اونا ما کار کارشون نداره. اونا قانون میدونه با اونها. خورشید داره در میاد تو ایران. هر کاری که جوش بده تونستند. شهبانو فرهنگ. مادر همچه فردی. زن شاهنشاه آریا میره، ساعت به ساعت که میگذره به عظمت این فرد بیشتر پی میبرن. این همه تبلیغات، دنیا علیهشون تبلیغات میکرد، ولی با مظلومیتش نگاهی کرد و رفت. گفت مه فشاند نور سگ او او کند. تو جونتون دراد، چشاتون دراد، هر کی نمیتونه ببینه. ملت ایران، مبارکتون باشه. لایقید، لایقید. بعد از هر سختی یه راحتی هست. بعد از هر سختی یه راحتی هست. چرخ فلک چرخیده. نوبت ماست. ایام بکن بزبارتون.